بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با امید سعادتمندی همه شما شاگردان عزیز باز هم اینجانب نب حمیرا فوری در خدمت شما با یک درس جدید از کتاب علوم الدین صنف 11 ها. درس امروزی ما درس 41 است که در مورد انواع دیگر تفریق ما میخوانیم شاگردان عزیز قسمی که در دروس قبلی خواندیم هرگاه ما میخواهیم عقد عقد نکاره از بین ببریم پس در اینجا ما از سه را میتونیم که استفاده بکنیم و با از سی طریق میتونیم که این عقد نکاره لغو یا از بین ببریم که یکیش طلاق بود که در دروس گذاشته ما در مورد طلاق خواندیم در مورد انوایش خواندیم و راه دومش دو خلا بود و راه سومش هم تفریق هست که خلا هم یکی از انواع تفریق است و دیگه که تفریق با با کدام انواع دیگه صورت میگیره انواع دیگه هم میخوانیم و خاله را هم امروز میخوانیم امیدوارستم تا پایان همراهی کنیم اولین نو تفریق چی هست؟ اولین نوش خاله است. خاله در لغت دور ساختن را میگه و در اصطلاح چی را میگه؟ در اصطلاح پایان بخشیدن و صلاحیت های نکا در مقابل گرفتن مقدار مال از زن میباشه. یعنی چی؟ خاله ای که مثلا خانم به شوهر خود میگه بنابر بعضی از آزر که داره و یا هم مشکلات که داره به شوهرش میگه ما برات یک مقدار مال میتوم و یا هم پول میتوم تو در مقابل از اونمون مال به من ما چی بده طلاق بتی و شوهرش هم ای را قبول میکنه هر گاینمی در مقابل مال که زن بر شوهر میته صورت بگیره ایره ما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام خاله یاد میکنیم دلیل مشروعیتش ما از کجا میفهمیم که خله در اسلام جواز داره آیت سریع قرآن کریم است که در, در اونجا در اهمی مورد الله متعال گفته عوض بالله من شیطان الرجیم فان خفتم الا یقیم حدود الله فلا جناح علیهما فی مفتدت بهی یعنی چی؟ خداوند متعال گفته و این خفتم میگه پس هرگاه شما حراس داشتید و یا هم ترس داشتید از چی؟ از ای که الله یقیم حدود الله ای که نمیتانین برپا بدارید حدود خداوند مطالع حدود خداوند مطال یعنی چی؟ یعنی ای که امو چیزهایی که خداوند مطال امر کرده اونمو حدودشه شما نمیتونین که به جا بیارین پس در ای صورت شما چی میتانین؟ فلا جناح علیه پس در شما میگه گناه نیست فی مفتدت بهی، ای که فدیه بدهید و یا هم یک مقدار پول را از خانم بگیرین و چی شوین از هم جدا شوید که البته ای آیت سراحتا دلالت بر این موضوع نمی کنه ولی ولی مجازن ای دلالت به همین موضوع میکنه و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم در این مورد گفته که خلا جواز داره و همچنان در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خانم ثابت ابن قیس که جمیلا نام داشت این یک روز از روزها پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میاین و میگن که من ثابت ابن قیس هیچ کدام شکایت ندارم اما نمیتونم با ثابت ابن قیس زندگی خود دوام بدم و میخوایم که از او جدا شوم آیا کدام راه حلی هست و یا خیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلام در مقابل برشان میگن که آیا تو میخوای امو باقی که داری او را پس به ثابت ابن قیس و خانمش که جمیله هست ای هم میگه که بله ها من به ای کار آماده هستم و امین جمعی که باز رسول اکرام صلی اللہ علیه وسلم دستور میدن و طلاق در بین از این صورت میگیره باقا دوباره به ثابت ابن قیس و امی عقد و از بین میده که هم دلیل بود از سنت رسول اکرام صلی اللہ علیه وسلم حکم خاله چی است؟ با انجام خاله طلاق باین واقع میشه و زن مکلف به پرداخت مال گردد یعنی با امی انجام خاله مکلفیت بر زن و بر مرد به هر دوش ثابت میشه مرد باید طلاق بده که طلاق با این واقع میشه و زن هم باید اون مال را که وعده کرده او مال به شوهر بده که به این صورت عقدشون فسخ میشه و مال به ملکیت شوهر میده و همچنان طلاق و جدایی صورت میگیره که اینجا خوب دقت بکنین گفتیم که طلاق باین میشه در انواع طلاق ما خوانده بودیم در درس پیش که در اونجا گفتیم طلاق باین او هسته که با اگر این دو نفر دوباره میخواین که با هم از زندگی مشترک داشته باشن باید یک عقد جدید را انجام بدن یعنی از سر باید اینا عقد بکنن ازدواج بکنن و همچنان در اینجا رضایت زن هم شرط است که او باید راضی باشه به می که یعنی مثل از این نیست که هر وقت بخوای شوهر رجوع کرده بدانه نو دوم تفریق چی هست؟ نو دومش لعان هست لعان در واقع به معنی دور ساختن هست و در اصطلاح عبارت است از, از گواهی دادن زن و شوهر علیه یکدیگر با لعن و غضب تا مانند شهادت زنا جای چهار شاهد را بگیرد که مرد با دادن این نوگاهی از حد قذف خلاص می شود و زن هم با دادن چنین شاهدی حد زنا را از خود دفع می سازد. خب لان چی هست؟ لان قسمه هست که یک شوهر بر زن خود تهمت میبنده به ای که او یک عمل ناجایز یک عمل ناروار مرتکب شده یا هم مرتکب زنا شده و یا هم امو طفلی که مثلا او به دنیا آورده او را از نسب خود نمیدانه و میگه که ای طفل من اید. در اینجا زن هم انکار میکنه و میگه که ای شوهر ما دروغ میگه و من چون این کار را انجام ندارید. پس در این صورت همو کسی که وکیل هست همو کسی که در محکمه هست او چی میگنه؟ بجای جای اونم شهادت زنا که مثلا یک کسی که بعد کس سویزن میکنه و میگه که ادعا میکنه که فلان شخص زنا کرده او باید چهار شاهد داشته باشه حال در لعان به جای اونم چهار شاهد چی هسته؟ چهار قسم هسته که نمی هر دو طرف چهار چهار قسم یاد میکنه مرد هم یاد میکنه که با مو یاد کردن قسم ها چی میشه حد قذف از او ساقط میشه و زن هم وقتی که همون چهار قسم یاد میکنه حد زنا از او چی میشه ساقط میشه و برش حد زنا مرتب نمیشه حکم لعان چی هست جدا شدن آن دو فرد واجب میگردد وقتی که این دو فرد لعان کردن بر علیه یک دیگر قسم خوردن و در، دروغ بودن یکی دیگر قسم خوردن بین دو فرد جدایی واجب میشه لازم هست که دو نفر چی شوند جدا شوند و در بینشان هم طلاق باین صورت میگیره که یعنی طلاق هست که در او رجوع نیست اگر باز هم میخواهی که رجوع بکنه باید عقد جدید انجام بدن و همچنان رضایت زن شرط هست کیفیت لان لان با کدام شکل صورت میگیره وقتی که شوهر زنش را به زنا متهم میکنه و یا هم از نصب طفلش انکار میکنه پس در اینجا ای دلیل روشن هم نداره به ای یعنی ثبوت نداره و زن هم ای تهمت سخن شوهرش تهمت میپنداره و ادعا میکنه که باید بالای شوهرش حد قذف شو و مرتب شود پس در این صورت قاضی به هر دو طرف میگه که شما باید چهار چهار قسم یاد بکنین که ای نظر به آیت سریع قرآن است که اینا چی بکنن باید باید هر دو طرف قسم یاد بکنن هر دو طرف قسم یاد میکنن و با امی که قسم یاد کردن هر دو طرف بین از اینا جدایی واقع میشه و باید که دو نفر چی شوند جدا شون. درس بعدی ما درس چل دوم انواع دیگر تفریق هست که دیگر به کدام شکل میتونن عقد نکاف فسخ شود و بینشون جدایی بیاید. نو سیومش ایلا هست ایلا چی هست؟ ایلا در لغت به قسم گفته میشه و در اصطلاح قسم بسیار موکد است مبنی بر اینکه با منکو که 8 تا چهار ماه و یا زیادتر از آن نزدیک نشود ایلا چی هست؟ یک شوهر بنابر کدام مشکله و یا هم بنابر کدام کاری که خانمش کرده ای چی میکنه؟ ای قسم یاد میکنه و میگه که من تا چهار ما و یا هم بیشتر از اون میگه همراه تو قرابت نمیداشته باشم و بر تو به خانمش میگه به تو نزدیک نمیشم یعنی اونمو مور را که زن شوهر داره این ای قسم میخواه که اونمو رابطه را با ما با هم نمی داشته باشیم در اینجا این چی میشه؟ حکمش بعدا میخواییم اول در مورد مشروعیتش میگیم که آیا ای کار جواز داره و یا خیر در مورد ازی آیت سریع قرآن است که در مورد از ای گفته شده و از ایلا ذکر شده و این یعنی جواز داره اما یک عمل نیک نیست و باید چنین کار را کسی انجام نده. حکمش چی است؟ با سپری شدن چهار ماه زنش طلاق باین می شود اما اگر رجوع کرد کفاری قسم لازم می گردد. در اینجا خوب دقت بکنین دوستان عزیز ببینین. بی اسلام چی یک دین عدالت پیشه هسته؟ در اینجا عدالت برقرار کرده در اینجا نگذاشته در حق زن ظلم صورت بگیره در اینجا نگذاشته که مرد هر قسمی که بخواد با زن رفتار بکنه در اینجا مرد قسم یاد میکنه که با خانم خود نزدیک نمیشه و با او میخوای یک نوع ضربه بده و یک نوع ظلم در حقش بکنه اما اسلام به این اجازه نمیده چی میگه حکم ایلا چی میشه اگه چنین کاری یک فرد میکنه براش دور میگه اگه تو با مو قسمت ادامه بده و تا چهار به خانمت نزدیک نشی و در این صورت او زن بر تو چی میشه طلاق میشه بدون از اینکه این شخص خودش طلاق بته مستقیم چی میشه با سپری شدن چهار ما بینشان طلاق باین واقع میشه و اگر اگر ای شوهر در ظرف نمی چهار ماه که قسم خورده که تا چهار ماه نزدیک نمیشه بعدا پشیمان میشه بعد از پریشدن یک ماه دو و یا هم سه ماه ای پشیمان میشه دوباره رجوع میکنه پس در این صورت هم برش یک جزاگک مانده که و چی هست کفاره قسم هست که شخص باید چی بته کفاره قسم خود بته که امو چی هست کفاری قسم سه روز روزه روز گرفتن و یا هم دادن غذا و لباس به فقرا و مساکین باشد. نو چهارمش چی هست؟ نو چهارم تفریق زهار هست زهار چی هست؟ عبارت هست از از تشبیه دادن زن با زنی که نکای او تا ابد برایش حرام باشد یعنی چی؟ در زهار چی میکنه؟ یک شوهر خانم خدا تشبیه میکنه با یک زنی که او از جمله محرمات ابدیش هست و تا ابد نکایش امرای او زن چی باشه؟ حرام باشه که مثلا او را تشبیه میده با اونمو زنی که از جمله محرمات دایمیش هسته با او چی میکنه ایره تشبیه میده که با این کارش چی میشه این یک عمل ناروا و بد هست و چون این کار را کسی باید چی نکنه انجام نده که اگر یک کس امی کار انجام داد پس در این صورت چی میشه حکمش میخوانیم این یک عمل ناروا است فایلش مرتکب گناه میشه ولی اگر باز هم یک کس ها زهار انجام داد جما و یا دوایی جماع تا زمانی حرام می شود که کفاره زهار را بدهد یعنی باز اگر یک شخص یک فرد گرفت زن خود تشبیه داد به یکی از محرماتش مثلا گفت که تو برای من مثل پشت مادرم هستی یا یکی از اعضای بدنش تشبیه میده به اون زن پس در این صورت این با امو یاد کردن با تشبیه کردن زن با اونمو یکی از زنهایی که جمله محرمات عبدیش هست با او تشبیه داد از سر از اونمو زمان از امو دقیقه ای خانمش چی میشه نمیتونه با خانمش جمع بکنه و یا هم دوایی جمعه را انجام بده تا وقتی که اونمو کفاره شده بده باید کفاره بده تا او وقت اصلا نمیتونه رابطه زن شوهری را امرای خانم خود داشته باشه و حرام هست برش تا وقتی که کفارش بته. حالا کفاریش چی هست؟ در آیت سری قرآن کریم آمده که در مورد کفاری زهار گفته شده که گفتن که اولین چیز که اگر یک کسی کار انجام داد کفاریش چی هسته آزاد کردن غلام هسته خداوند متعال گفته فتحریر و رقبتون میگه باید چی بکنه یک غلام ای آزاد بکنه اگر یک کس مثلا توانایی از این نداره که یک شخص یک غلام آزاد بکنه و یا هم مثلا به این زمان غلام نیست پس چی کار باید این شخص بکنه دومین گزینه چی هست دو پی در پی روزه بگیره یعنی دو ما پی در پی بدون از اینکه سکته بیایه بدون از که مثلا یک وقفه بگیره یک روزه مثلا بگیره یک روزه نگیره بدون از این پی در پی پشت در پشت پش مثل که در رمضان روزه میگیریم عینا اونم قسم این دو ما دو ماه مکمل پای در پای چی میکنه روزه میگیره و اگر یک کس مثلا مریض هست ایره هم نمیتونه روزه گرفته نمیتونه از روزه به صحتش مضر هست پس سیومین گزینه چی هست که شست مسکینه باید خوراک بده خوراک که مثلا خوراک عادی باشه که یک شخص با او سیر شوه شست مسکینه باید این شخص چی بکنه غذا بده و خوراک بده ای بود کفاره های زهار که سه چیز هست که آزاد کردن و غلام دیگر دو ماه پی در پی روزه گرفتن و سیوام هم شست مسکین خوراک دادن درس امروزی ما در همین جا خاتمه پیدا میکنه و با همین درس کتاب صنف علوم دین سنف یازده ما در همین جا تمام میشه و تا آخر ما این کتاب به آخر رساندیم امیدوار هستم چیزهای از این کتاب گرفته باشین و در زندگی روزمریتان از روز استفاده بکنید تا دیدار بعدی تا درس بعدی الان نگهدار همه تان بدرود